خوش آمدید به هارت توک. من ستیون ساکر هستم. در سال 2013 دولت استرالیا سیاست ضد مهاجرتی سخت ایرانی رو اتخاذ کرد تا بر پایه اون همه پناهجویانی که از راه دریا به این کشور وارد میشن به اردوگاه های در نقاط دور دست پاپوی گینه نو و میکرونزی فرستاده بشن. اردوگاه هایی که عملا بازداشتگاه هستند. مهمان امروز من هم یکی از اون پناهجوها بود. بهروز بوچانی یک ایرانی کرده که تجربیات خارق‌العاده‌اش رو در طول 6 سال زندگی به عنوان مهاجری شده به قلم آورده او حالا نویسنده است که جوایز ادبی دریافت کرده اما آیا افق سرنوشت او هیچ روشنتر از پیش شده به روز بوچانی در اوکلند نیوزلند به هارتوک خوش آمدید. ممنون که دعوتم کردید باعث افتخاری که در این برنامه با تو باشیم بروز فکر می کنم باید با این پرسش شروع کنیم که چرا حالا و بعد از این سفر هماسوار بسیار طولانی و دشواری که پشت سر گذاشتی حالا در اوکلند نیوزیلند هستی و از اونجا با ما گفتگو می I was by the World in من چند ماه پیش از طرف جشنواره جهانی کریست چرچ نیوزیلند دعوت شدم بعد از طریق وکیلم در نیوزیلند درخواست ویزا کردم و بعد به واسطه کمیساری های عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان و سازمان عفو بین الملل و امنستی نیوزیلند اقدام کردم و بالاخره به نیوزیلند رسیدم. اما نکته جالب اینه که کوتاهترین راه برای رسیدن به نیوزیلند این بود که از پورت مورزبی پایتخت پاپاگینه نو به استرالیا پرواز کنم و بعد ترانزیت و به نیوزیلند پرواز کنم اما میترسیدم که اگه این کار را بکنم شاید از استرالیا دیپورت هم بکنند به همین دلیل از استرالیا به فیلیپین رفتم و 19 ساعت در ترانزیت اونجا بودم و بعد به نیوزیلند پرواز کردم. I was in uh, Philippines for 19 hours in transition, then جالبه که احساس کردی حتی در موقعیت ترانزیت هم احتمالا نمیتونی بدون خطر به استرالیا بری و ناچار رنج سفری طولانی تر رو بر خودت هموار کردی که البته در مقایسه با اون چیزی که مجبور بودی در سفر دراز چندین سالت تحمل کنی تا به جایی که امروز هست برسی هیچه بگذار برگردیم به عقب و داستان رو از جایی دنبال کنیم که هنوز جوانکی بودی در ایران البته جوانی کرد تبار. در اون موقع تصمیم گرفتی به عنوان یک کرد به کنشگری به پردازی هم کنشگری سیاسی و هم فرهنگی چه اتفاقی برات افتاد که احساس کردی باید از کشور خارج بشی؟ من در دوران جنگ به دنیا آمدم و با لمس تبعیض علیه کوردها در ایران بزرگ شدم بنابراین وقتی بزرگتر شدم بیشتر وقتم رو صرف تلاش برای آموزش نسل جوان و مردم می کردم تا یاد بگیرند که چطور فرهنگ کردی رو زنده نگه دارند بنابراین همه فعالیت هم در نهایت به کارهای روزنامه نگاری محدود می شد در تهران به عنوان روزنامه نگار آزاد کار می کردم و همزمان برای یک ماهنامه به نام وریا در شهر ایلام کار میکردم بنابراین مشکلاتم به واسطه همون فعالیت ها پدید اومد بعضی از همکارانم هم به وسیله نهادهای اطلاعاتی دستگیر شدند و من هم در نهایت مجبور شدم ایران رو ترک کنم ایران ده. وقتی دیدی که باید فرار کنی چون بسیاری از دوستانت رو دستگیر کرده بودند و خودت رو سخت در خطر میدیدی چرا استرالیا رو که اون طرف دنیاست به عنوان مقصد انتخاب کردی؟ شاید خیلی آسونتر تر میبود اگر اروپا رو انتخاب میکردی، چرا استرالیا؟ چرا استرالیا در واقع، من راستش من وقتی نداشتم و مجبور بودم ایران رو ترک کنم به همین دلیل یکی از دوستانم منو به شخصی معرفی کرد که اونو در پارکی در تهران دیدم و او به من گفت بهترین راه اینه که منو به اندونزی بفرسته و گفت که اگه در اندونزی احساس امنیت نکردی میتونی به استرالیا بری من هم فقط به حرفش گوش دادم و گزینه دیگه نداشتم

بله اون موقع در سال 2013 یه مسیر خیلی شناخته شده آبی از اندونزی به استرالیا برای قاچاق افراد وجود داشت اما راه بسیار خطرناکی بود فکر میکنم تو دو بار وقتت رو برای گذر از اون آزمایش کردی وقتی سوار یکی از قایقهای های شدی تا به استرالیا برسی چه اتفاقی برات افتاد؟ In I was in the place City. در اندونزی من در جایی بودم به نام کالیباتا سیتی یادم هست که اونجا یه بار پلیس پلیس مهاجرت در واقع به محلی حمله کرد که پناهجوها در اون بودند محلی بود که پناهجوهای زیادی در اون بودند بدبختانه پلیس اندونزی به پناهجوها حمله کرد و من دو بار شاهد بودم که افراد زیادی رو دستگیر کردند و بدون هیچ سوال جوابی اونا رو دیپورت کردند. هیچی از اونا نپرسیدند. برای همین خیلی نگران امنیت هم بودم و اینکه اونا منو برگردونند. و همین دلیل تصمیم گرفتم که به استرالیا برم. یه بار بعد از هشت ساعت قایق ما شکست و من به آب افتادم و نزدیک بود غرق بشم. اونا منو از اقیانوس گرفتند و به زندان برده بعد فرار کردم و باز سوار به یه قایق راهی استرالیا شدم بنابراین واقعا خطرناک بود حالا وقتی گذشته رو مرور میکنم گاهی فکر میکنم که واقعا نمیبایست این کار رو میکردم چون بسیار خطرناک بود اما در اون موقع من فقط میخواستم در یه جای امن باشم و احساس امنیت کنم. it was because and but find a safe place. Yeah I... بله میدونم که شاید غرق شدن بعضی از افرادی بودی که با تو در قایق بودن و تو به طرز موجز آسایی زنده موندی چون تو را از آب گرفتند و نجات دادند اما کسانی بودند که زنده نموندند ولی بعد در نهایت تو مشمول تصمیم مقامات دولت استرالیا شدی که دستور دادند نه تو و نه هیچ کدام از پناهجوهای دیگه که با قایق راهی اون سرزمین شدند در خاک استرالیا پذیرفته بشند. در عوض شما رو به جزیره مانوس در پاپوی نو فرستدن. اونجا دو اردوگاه دایر کردند یکی در جزیره مانوس و دیگری در یکی از جزایر میکرونزی به نام ناورو. و از سال 2013 به بعد سرنوشت همه پناهجوهای احتمالی در نهایت به همین اردوگاه ختم شد وقتی وارد جزیره مانوس شدی چه احساسی داشتی this از واژه استفاده می که فکر می کنم باید اصلاحش کنم. قایقی ها. این یکی از عبارت اصلیه که دولت استرالیا برای توصیف ما به کار می بره. به ما می گن قایقی ها. در ادبیات سیاسی استرالیا این واژه بار معنایی منفی داره. استرالیا این واژه رو به کار میبره تا فقط ترس ایجاد کنه تا مردم از ما بترسن این تبعید بود من به این سیاست میگم سیاست تبعید دولت استرالیا و رسانه ها به اون میگن راه حل آشتی جویانه اما در نگاه من و آدم های بیگناهی که با قایق به استرالیا میرسن این سیاست تبعیده و من به جزیره مانوس تبعید شدم و شیبه تبعید شدنم بسیار و به شدت تحقیرآمیز بود البته که من اینو فراموش نمیکنم و در کتابم همونو تشریح کردم و گفتم که با ما چطور رفتار می کردن. من یه عبارت دیگه در توصیف این رفتار دارم بردهداری مدرن فکر میکنم باید اینو درک کنیم I think we should understand this. آیا احساس کردی که اونا به تو مثل زندانی ها رفتار میکنن؟ چون تو به دنبال امنیت و پناهگاه امن اون سفر رو در پیش گرفتی اما وقتی در اختیار مقابات استرالیایی بودی و زمانی که تو رو به جزیره مانوس فرستادند، آیا احساس میکردی که فرصتی خواهی داشت تا سرگذشت خودت رو بازگو کنی؟ یا احساس میکردی که زندانی هستی؟ مسلما ما توی یه زندان واقعی بودیم جایی که از زندانم بدتر بود. به همین دلیل که من در نوشته‌هام در نوشته های مطبوعاتیم، از اونجا با نام زندان یاد کردم. هرچند که بغیده من کلمه زندان هم برای این مورد کافی نیست و کاربرد اون در توصیف اون محل درست نیست. چون در زندان زندانی ها رو شکنجه نمی کنند و بعد از فرایند محاکمه و محکوم شدن افراد رو به زندان می فرستن. اما در مورد ما به محض اون که ما را از آب گرفتند به جزیره مانوس تبعیدمون کردند به اون زندان در اونجا بازداشتمون کردند هیچ وقت از ما چیزی نپرسیدند ما رو محاکمه نکردند و سالهای سال ما رو تحت شکنجه قرار دادن. شکنجه سازمان یافته فقط برای اینکه ما رو تحقیر کنن، نابودمون کنن و هویت ما رو از ما بگیرن. تا حالا که با شما صحبت میکنم سیزده نفر مردن یا میتونم بگم به دلیل نبود امکانات پزشکی و به دلیل اعمال خشونت به دست اون دم و دستگاه کشته شدند. <applause> کسانی که بخوان در این زمینه بدونن اگه یه تحقیق مختصر انجام بدن میتونن به تمام ماجرا پی ببرن و بدونن که این دستگاه چطور کار میکنه و دولت استرالیا در جزیره مانوس و ناورو چه کرده و همین حالا که ما با هم صحبت میکنیم بیش از دیویس نفر هنوز در اونجا هستن بله خب بروز تو با بکار بردن واژه شکنجه اتحام بسیار بسیار سنگینی رو مطرح کردی البته دولت استرالیا برای کاری که کرد دلیل منطقی داشت میگفت که سیاستش بازدارنده است قصدشون این بود که برای قاچاقچیان انسان و پناهجویان احتمالی این نکته رو روشن کنند که اونا به هیچ وجه نمیتونن وارد استرالیا بشن و در نهایت ناگزیرن که با شرایط بسیار سختی در جزیره مانوس یا ناورو به سر ببرن به گفته مقامات استرالیا برای اینکه مردم متقاعد بشن که این سفر رو در پیش نگیرن این تنها راه بود و خیلی هم جونشون رو از دست دادن میدونیم که بیش از هزار نفر جونشون رو در دریا از دست دادن این توجیه مقامات استرالیا بود نظر تو درباره این استدلال چیه What do you say that? میدونید چنین سیاستی رو نمیشه توجیه کرد شما نمیتونید نقض حقوق بشر رو توجیه کنید بنابراین کاری که دولت استرالیا انجام داده این نیست که پیامی به قاچاخشی ها داده باشه و به مردم دنیا گفته باشه که با قایق به کشور ما نیاید اونا در واقع دارن این پیام رو به مردم خودشون و حامیانشون در میان مردم استرالیا میفرستن و ما نباید هیچ وقت این نکته رو فراموش کنیم که وقتی وارد جزیره کریسمس شدیم دو ماه مونده به انتخابات فدرال بود و حزب کارگر فقط به دلیل انتخابات این سیاست رو ارائه کرد. در طول شش سال گذشته هم دولت استرالیا از ما برای بهره برداری سیاسی خودش استفاده کرده. فقط همین. Of course it was البته برای روزنامه‌نگارانی مثل من دسترسی به ناورو و یا جزیره مانوس و دیدن شرایط داخل اردوگاه‌ها و جاهایی که افرادی مثل تو نگهداری میشند بسیار دشوار و تقریبا غیر ممکن بود و در ضمن یادمون نره که تو نزدیک به 6 سال اونجا نگه داشته شدی. به من بگو که شرایط اونجا چطور بود چون برای من بسیار شگفت‌آور که از حدود ده تا 12 نفری که در اردوگاه ها مردند دست کم 5 مورد به نظر میرسه خودکشی کرده بودند. مگه در اون اردوگاه چی میگذشت که باعث میشد اون همه آدم چنان مستاصل بشن که بعضی ها خودشون رو بکشن فقط باید به این فکر کنیم که چطور افراد تبعیدی رو تبعیدی های بیگناه رو به یک زندان دورافتاده در جزیره دور افتاده و بیش از شش سال اونا رو اونجا نگه داشتن به اینکه چطور بچه ها و زن ها رو سالهای سال و برای مدتی نامعلوم در بازداشت نگه داشتن و هنوز هم کارشون رو توجیه میکنن بنابراین موضوع اصلی تبعیده و نکته مهم هم مدت زمانه مردم رو سالهای سال در بلا تکلیفی نگه داشتن خودش کافیه که اونا رو مستحصل کنه زندگی در اون شرایط و وضعیت خودش کافیه برای اینکه ما به بیرحمی این دم و دستگاه پی ببریم. از طرف دیگه باید به کسانی توجه کنیم که جان باختند. تحت نظارت این تشکیلات سیزده نفر مردند و صدها نفر آسیب دیدند. باید گزارش هایی رو بررسی کنیم که نهادهای حقوق بشری بسیار معتبر دنیا مثل عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، و همینطور کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان تهیه کردند کاری که دولت استرالیا انجام داده غیرقانونیه و همچنین دادگاه عالی پاپای گینه حکم صادر کرد که نگه داشتن افراد در اردوگاه ها غیر قانونیه. کاری که دولت استرالیا انجام داده جنایت علیه بشریته. من اینو با قاطعیت میگم. با قاطعیت میگم و فقط هم من نیستم. بسیاری از افراد و سازمان ها هم همین رو میگن. فکر میکنم دولت استرالیا در برابر این حرف چیزی نداره که بگه. بگمونم سال 2015 بود که تو و دیگه ای تصمیم گرفتین که در اعتراض به وضعیت خودتون اتصاب قضا کنید و فکر میکنم بعضی از شما به نشانه خودداری از خوردن لبهاتون رو به هم دوختید فاکنش کارکنان محلی اردوگاه چی بود؟ چون نباید یادمون بره که کارکنان این اردوگاه ها از احالی پاپاویگینه نو بودند وقتی دست به اعتراض زدید اونا با شما چطور رفتار کردند؟ <مانوس> میدونید پیش از اون اتصاب قضا و بعد از شش ماه در مانوس تظاهراتی برگزار شد و نتیجه اون اعتراض این بود که مسئولان نگهبانان استرالیایی همراه با مردم محلی به ما حمله کردند و صد نفر تظاهر کننده رو به شدت زخمی کردند و رضا براتی رو هم کشتند بعد از 18 ماه ما اعتساب غذای گستردهای رو شروع کردیم که فکر می کنم بیش از 800 نفر در اون شرکت کردند. بعد از 12 روز اونا به ما حمله کردند. آخه تظاهرات ما تظاهرات مسالمت آمیزی بود. کاملا آروم و مسالمت آمیز. اونا اومدن و بعضی از پناهجوها رو دستگیر کردند چون گفتند که شما تظاهرات رو رهبری کردید و چیزهای از این قبیل. و ادهی رو دستگیر کردند و به زندان محلی فرستادند. و روزهای متوالی این عده رو با مجرمان عادی در یک زندان نگه داشتند. بعد اونها رو به سلولهای انفرادی بردن و بعد هم یه سلول انفرادی دیگه. میدونید من چهل روز اونجا بودم. میخوام ازت در مورد موضوعی بپرسم که به نظرم با توجه به موقعیت امروز تو یکم عجیبه من در لندنم و نسخه از کتابت با نام دوستی جزکوهان ندارم در دستم عنوان فری کتاب هست سرگذشت واقعی پناهجویی که غیرقانونی زندانی شد این کتاب بسیار موفق بوده و بر اساس پیام های متنی نوشته شده که تو تونستی به وسیله تلفن همراهی که مخفیانه داشتی برای دوستات بفرستی در زمانی که هنوز در بازداشتگاه بودی این کتاب یک اثر فوق است اما نکته عجیب اینه که در استرالیا از اون استقبال بی اندازه شد تو در استرالیا برنده یک جایزه ادبی معتبر شدی که ارزش مادی اون معادل 125 هزار دلار استرالیا است چه احساسی در قبال این مسئله داری که داستانت که اینقدر راجب استرالیا و تصمیمات

و نشریات بین المللی منتشر کرده بودم. بعد با همکارم آرش کمالی سروستانی یه فیلم ساختم به نام چوکا لطفا بگو ساعت چنده که در جشنواره جهانی از جمله در جشنواره فیلم لندن به نمایش در بعد از این بود که کتاب منتشر شد. بنابراین من پیش از انتشار کتاب هم در استرالیا شناخته شده بودم. اما جایزه‌ای که گرفتم باعث شد که به کارهای دیگرم توجه بسیار زیادی بشه. ولی دوست دارم یک نکته را ذکر کنم. و اون اینه که باید اقرار کنم که بخش بزرگی از جامعه استرالیا و جامعه مدنی این کشور مدافع انسانیت هستند و از پناهجوها پشتیبانی می پس این قدردانی از کارم برای من به این صورت قابل درکه که جامعه مدنی این کشور و جامعه ادبی اون رو در روی دستگاه حاکم ایستاد اونا با دادن این جایزه به من در برابر این نظام ایستادند چون سیاست دولت بر فرهنگ سیاسی استرالیا تأثیری منفی به جا گذاشت. به تو میدونی که در دنیای ما چندین هزار و بلکه صدها هزار انسان های جون ملب رسیده هستند که احساس میکنن ناچارن سرزمین مادری خودشون رو ترک بکنند. همون کاری که تو کردی خیلی از اونها از ترس آزار و شکنجه چنین چیزی رو میخوان. اما روشنه که این کار بسیار خطرناکه تو حالا از خطرها و تهدیدهایی که در این کار هست آگاهی پیام تو برای آدم های که در سراسر دنیا در این فکرند که آیا گریختن از کشورشون به خطرش میارزی یا نه؟ چیه میدونید مردم سرزمین هاشون رو به دلیل وجود تبعیض؟ آزار و اذیت، دیکتاتوری مذهبی و جنگ ترک میکنند و من فکر میکنم این مشکل بر اثر این نظام جهانی به وجود اومده و قدرت های بزرگ باید بخشی از مسئولیت رو به عهده بگیرند بنابراین البته که من پیامی برای مردم ندارم مردمی که فقط امنیت میخوان چه پیامی میشه بهشون داد من چی میتونم بهشون بگم؟ شما باید یک پناهجو باشی تا بفهمی که یه پناهجو چی میخواد و چرا مردم سرزمینشون رو ترک می کنند؟ به همین دلیل حتما اگه من بهشون پیام بدم که این کار رو نکنید چون خطرناکه خودم میدونم که خطرناکه پناهجوها هم میدونن اما این خطر رو به جون میخرن و این کار رو میکنن تا به امنیت برسن بنابراین مسلما پیام من اگه پیامی داشته باشم برای پناهجوها نخواهد بود بلکه پیامم برای عبرقدرت ها خواهد بود برای کشورها برای سیاست مدارها این که مسئولیت بپذیرید به حقوق بشر احترام بگذارید و به آدمها کمک کنید تا پناهگاه پیدا کنند تا به امنیت برسند و زندگی جدیدی را شروع کنند این پیام منه پیام من خطاب به سیاستمدارها خواهد بود نه به پناهجوها بهروز بوچانی در اوکلند بسیار سپاسگزارم که در هارتوک شرکت کردید.